سلام دوستان، مرتضی حرمتی هستم. با جلسه چهارم از دوره مقدماتی تا پیشرفته وردپرس آموزشگاه تحلیل داده در خدمت شما دوستان هستم. خیلی خوب دوستان، ما یه مروری جلسه گذشته رو بکنیم. ما اومدیم زمپ رو نصب کردیم، وردپرس رو دانلود کردیم، داخل زمپ گفتیم داخل پوشه‌ای به اسم اشتیداکس پوشه وردپرس مورد نظر خودمون رو می‌ریزیم و در نهایت می‌تونیم با آدرس لوکال هاست وردپرس اون رو صدا بذاریم که رسیدیم به همچین صفحه‌ای و گفتم که خب اوکی، ما وردپرس همون داخل زمپمون ریخته شده و می‌تونیم فرایند نصب رو ادامه بدیم. اما دوستان، ویژوال هاست به این صورت نیست، به این صورتی که ما نام دامین رو داشتیم، یعنی توی جلسات قبلی که مشاهده میکردیم با هم دیگه، ما گفتیم که آقا جون نام هاست ما به این صورته، ما یه پروتکلی داریم، یه ساب دامینی داریم، نام دامنه رو داریم، یه پسوند دامنه هم داریم. اما توی این قسمت ما شده میکنیم که توی داخل زمپ ما لوکال هاست اسلش وردپرس، انگار داریم دایرکتوری به دایرکتوری و پوشه به پوشه جلو میریم و این موارد رو میبینیم. برای هندل کردن اینجور موارد، یعنی اگه ما بخوایم به عنوان مثال سایتی رو داشته باشیم، به عنوان مثال تحت عنوان مثلا وودش تحلیل، به عنوان مثلا دات لوکال، چون دات کام و اینا رو معمولا میبندن یا روی بستر وب باز هستن، به عنوان معمولا روی لوکال دات لوکال میذاریم، یا دات تست هم میتونیم استفاده بکنیم، ولی خب تو این مورد من فقط از لوکال استفاده میکنم فعلا. میخوام ببینم اگه همچین آدرسی رو وارد بکنم میتونم سایتم رو ببینم؟ مسلما خب اگه الان وارد بکنم همچین آدرسی رو گیج میزنه و هیچ چیزی برامون در نهایت بهمون بر نمیگردونه. اما خب چجوری من اینو معرفیش بکنم، طوری توی سیستم خودم معرفیش بکنم توی ویندوز خودم که وقتی این آدرس رو وارد میکنم به مرورگر بفهمونم که آقا من در واقع در دنبال محتویات این پوشم، پوشه که خود زمپ و داخل پوشه اشتیداکس خود وردپرس، من در واقع دنبال محتویات این پوشم. برای انجام این موضوع ما تو داخل زمپ میتونیم یه سری کانفیگار رو انجام بدیم. داخل خود پوشه زمپ یه قسمتی داریم به اسم فولدری به اسم آپاچی. داخل پوشه آپاچی کانف وارد میکنیم، سپس پوشه اکسترا. داخل پوشه اکسترا یه فایلی ما داریم به اسم httpdvhosts. داخل این ما میتونیم همچین کاری رو پیاده سازی بکنیم. چگونه این کار میکنیم؟ ادیت این فایل رو میزنیم، خودش به صورت نمونه برامون یه دونه ویژوال هاست معمولی رو کامنت کرده که ما ببینیم از چه چیزایی داره استفاده میکنه، همونا رو بتونیم صدا بزنیم. خب یکی یکی اینا رو جاگذاری میکنیم، یا اصلا میتونیم همین اولی رو روی کامنت در بیاریم، با دو تا هشتگ معمولا کامنت میکنن این فایل های کانفیگ. خب ما اینجا رو برشیم، اولین گزینه سرور ادمینه، یعنی میگه آقا جون من با چه ادمینی در ارتباط هستم، یه آدرس ایمیلی رو هم ما میگیره، خیلی گزینه جدی برای ما نیست. دومین مطلبی که گزینه جدی برای ما در نظر گرفته میشه داکیومنت روت، یا همون آدرس سندمونه، آدرس سندی که ما میخواییم بهش برسیم. گفتیم تو کجاست؟ توی همون جایی که وردپرس رو ریختیم، تو پوشه زمپ اشتیداکس وردپرس. خب حالا که میخواییم این کارو بکنیم، بذارید من اصلا اسم اینو این فولدر رو عوضش بکنم، هر چی دوست دارم بذارم، میخوام اصلا بذارمش مثلا به عنوان مثال وودش تحلیل داده، نام دیگه در واقع همون دامین نامیه که وایس استفاده کردیم. قاعدتا من هر نامی رو اینجا بدم باید بتونم اونور
ببینمش طبق صحبت هایی که با هم تو جلسات قبلی داشتیم. خب اوکی، داخل این پوشه بودیم. داخل این پوشه به ما میگه آقا این داکیومنت روت کوی سندی که داری داکیومنتش کجاست. میگیم آقا اوکی ما یه زمپ داریم اشیداکس داخل این آدرسیه که ما داریم، این آدرس رو براش میذاریم که ما این آدرس رو به این صورت وارد میکنیم داخل داکیومنت رو، یعنی در واقع آدرس پس فایل های برنامه همونو داریم بهش میدیم. توی گزینه سوم میگه آقا حالا یه نیمی برای من بذار. خب ما این نیم رو قبلا استفاده کردیم، دوباره ازش استفاده میکنیم و تهش قرار شد یه لوکال استفاده بکنیم. سرور آلیاس هم دقیقا همون آدرس بالایی هم در واقع سرور نیممونو با پسوند www میذاریم. یه پوشه ای داریم به اسم ارور لاگا که تمام ارور لاگامون در این قسمت قرار میگیره، نیازی نداریم فعلشون، بهشون کاستم لاگ هم نیاز نداریم فعلا و همین مورد رو سیو میکنیم. خب بعد از انجام این مورد ما هر چیزی که اینجا نامشو گذاشتیم به عنوان پروژمون، علاوه بر این که حالا به برنامه فهموندیم که ما یه چیزی با این مشخصات با این نام میخوایم، در واقع با این نام دامین میخوایم، باید به سیستم خودمونم مشخص بکنیم که سیستم خودمونم بهش گیر نده. روی همین حساب داخل فولدر سی ویندوز پوشه سیستم 32 داخل درایورز داخل پوشه اتک یه سری هاست‌ها رو خود سیستم ما تعریف کرد. ما اینا ادیتش رو میزنیم. به عنوان مثال مثلا اومده گفته 127.1.1.1 تست سوم، یه تستی بود که من داشتم با لاراگون خودم میگرفتم، همینو من کپی میکنم و در ادامه میگم که خیلی خوب شما تا الان با این نام بودی، حالا این نامو میام توی هاست خود سیستم تعریفش میکنم. فرمول نظر یه بار سیوش میگیرم. بله سیف شد، البته الان سیف شد. اوکی، بعضی موقع توی ویندوز این پوشه هاست اگه شما ادمین سیستم خودتون نباشید شما رو اذیت میکنه، که معمولا میگن با نوتپد بازش کنید که راحت ها بتونید تغییرات بدید یا کلن دسترسی فایل رو عوض بکنید، یه سری تغییرات داخل خودش. ما میگیم این کامنت هم میتونیم برای توصیف خودمون داشته باشیم، میتونیم هم نداشته باشیم. در نهایت فایل مورد نظرمون رو سیو میکنیم، زمپمون رو استاپ استارت. اوکی، با آپاچیمون مشکل نداره، سبز رنگ شد یعنی مشکل پیدا نکرده و حالا میریم سایت خودمون رو تست میگیریم. نهایتاً باید نباید اینقدر طول بکشه، دقیقاً طول نکشید. حالا دقیقاً ما همون چیزی که نیاز داشتیم بهش رسیدیم. چجوری؟ حالا دیگه با آدرسی که مد نظر خودمونه وارد وردپرس پوشه وردپرسمون شدیم، اسمش رو عوض کردیم، دامینش رو عوض کردیم، دیگه این گزینه‌های لوکال هاست و وردپرس رو نداریم، عوضش یه آدرس حسابی داریم که توی این آدرس حسابیمون که مانند URL های سمت وب میمونه حالا سایر موارد رو خود وردپرس اجرا میکنه. خب بعد از اینکه ما این ویژوال هاستینگ رو ساختیم نیاز بود که این موارد رو خدمتون
اشاره بکنم، خیلی خیلی قسمت مهمیه، خیلی خیلی مهمه. یک بار دیگه شروع میکنیم تکرار، از اول میریم جلو ببینیم چیکار کردیم. اومدیم گفتیم که به طور خلاصه ما وقتی وردپرس رو نصب میکنیم، زمپ رو نصب میکنیم، داخل یه پوشه ای داریم در زمپ به اسم اشی داکس، که این اشی داکس تمامی برنامه های ما رو شامل میشه، هر برنامه که بخوایم داخلشون میریزیم. به عنوان مثال اومدیم اینجا یه دونه وردپرس ریختیم، گفتیم حالا میریم از طریق بعد از اینکه زمپمون رو روشن کردیم، آپاچی و مایسکیولش رو صدا زدیم، حالا میریم داخلشون رو میبینیم. با لوکال هاست پسوند نام پوشمون و سایر موارد میتونیم داخل اون رو ببینیم به صورت چیز، ولی گفتیم این به صورت نرماله که زمپ این کار میکنه، ولی مپس ویژوال هاست رو انجام نداده کامل بدارمون، فقط یه هاستی رو برای ما روی لوکالمون برای ایجاد کرده روی پورت 8 شدش که همون 127.0.0.1 میباشه. برای انجام این منظور که گفتیم آقا ما میخواییم ویژوال هاست شخصی خودمون رو داشته باشیم واسه هر کدوم از پروژه‌مون، گفتیم باید داخل پوشه زمپ بیایم، داخل فولدر آپاچی کانف اکسترا فولدر وی هاست رو ادیت بکنیم و داخل این گفتیم که آقا عملا مشخص ما چه پورتی سرورمون با تگ ویژوال هاست و پورت شروع میشه و تگ ویژوال هاست هم پایان پیدا میکنه. داخل اون گفتیم یه سرور ادمین داریم که ایمیل همون ادمین سروره، یه داکیومنت روت داریم که جای مهمیه، آدرس خود پروژمونه. بذاریم اینو دوباره بازش بکنم خدمتون. اوکی، کنیم یه جایی مبحثیه داخل خود ارزان به خدمت داکیومنت روت آدرس سندمونه که گفتیم به این آدرس زمپ اشیداکس ویو تحلیل داده، زمپ اشیداکس سی، زمپ اشیداکس ویو تحلیل داده، و گفتیم یه نیمی هم براش قرار میدیم. این نیم دقیقا همون نیمیه که ما داریم اینجا در این قسمت صداشون میزنیم، این نیم خاص و قرارش قرار میدیم. گفتیم سرور الیاس هم میتونیم قرار داده بذاریم، میتونیم نذاریم، بعضی از سایت ها دوست دارن با www اولشون بیان پیشوندشون باشه، در واقع آره دیگه پسوندشون باشه و خیلی میتونه باشه میتونه نباشه. در مورد ارور لاگ و کاستوم لاگ ها گفتیم هر لاگی که سیستممون بخوره میره داخل این فایل ها ذخیره میشه، خب وقتی آدرسش رو نداشته باشیم ذخیره نمیشه قاعدتا. و در نهایت گفتیم بعد از اینکه ما تمام این مشخصات اون چیزی که هاستی که میخواییم مد نظرمونه داخل این فایل http.dv هاست اجراش میکنیم و میذاریم، باید یک حرکت دیگه ای بکنیم و به سیستم خودمون هم بفهمونیم که آقا ما یه آدرسی به تو میدیم و تو این آدرس رو با این آدرس بشناس. در واقع ما اون وقتی رفتیم توی خود سیستم توی ویندوز سیستم 32 درایورز etc و توی فولدر هاست، وقتی فولدر هاست رو باز کردیم دیدیم به یه همچین صفحه ای رسیدیم. برای اینکه معرفیش کنیم به سیستم خودمون گفتیم ما هر وقت این آدرس رو توی هاستای سیستممون وارد کردیم که به سمت یه هاست بریم، شما یه لطفی کن هر وقت اینو دیدی این همین معادل لوکال هاست ماست، یعنی 127.0.0.1. و وقتی این کار رو کردیم داخل خود سیستم دیگه میتونیم به عنوان یه آدرس اصلی ازش استفاده بکنیم. وقتی این آدرس رو صدا بزنیم خود به خود به پوشه مورد نظرمون برای نصب وردپرس روی زمپمون و هاست مجازیمون شروع به اقدام میکنیم. در خدمت شما هستم با جلسه بعد که وردپرس رو به طور کامل نصب کنیم روی سیستم.